حمله دو روانی خطرناک به خیابون‌های مکزیک. گلاسیا سلام. امروز می‌خوام فیلم آتروس رو بعد از 2015 ببینیم که ساخته کشور مکزیکه و یکی از اون فیلم‌هایی هستش که تا مدت‌ها مغزتون رو به فنا میده. مخصوصا به خاطر صحنه‌های فوق‌العاده وحشتناک و گرافیکیش که اصلا میان ذهنتون پاک نمیشه. خب میدونید بازم میگم اینجا که یوتیوب من نمیتونم همه رو کامل بذارم. اون صحنه‌هاش اگه می‌خواید ببینید نسخه کامل فیلم توی کانال تلگرامه. لینکش رو میتونید از دیسکریپشن بردارید. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به سوال کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم یه سری از خیابون‌های مکزیکو می‌بینیم و کلی تنفروش در حال جذب مشتریان. یه دفعه مأمورهای پلیسی به قسمتی از این خیابونا میرن و انگار صحنه وحشتناکی اونجا می‌بینن. صبح روز بعدی کارگاهی به اسم خوارز با همکاراش به همین نقطه شهر میان و می‌بینن که تصادفی رخ داده و دختر راننده به شکل خیلی بدی جون شده دست داده. ماشین دیگه که توی تصادف بودم دو تا پسر جوون میروندنش. اسم یکیشون گوردو و اسم اون یکی گویاه. کارگاه خوارز دوربینی تو ماشین این دو نفر میبینه و از اونجایی که حسابی مستن فیلماشون رو نگاه میکنه. اول همه چیز عادی و فقط چند نفر به خاطر ظاهرشون مسخره میکنن. تو ویدیوهای بعدی این دو تا پسر در حال دید زدن زنهای دیگه‌ن و ویدیو آخر خیلی وحشتناکه. شب قبلی این دو نفر به همین محل اومدن و یه تنفروش رو سوار کردن. البته که این شخص یه مرده و با پوشیدن لباس زنونه و اینجور کارا پول در میاره. ویدیو بعدی این دو تا دوست روانی رو میبینیم که طرفو به صندلی بستن و دارن تحقیرش میکنن. مشخصه کلی هم زدنش و همه صورتش داغون شده. برای بدتر کردن قضیه هم مجبورش میکنن دستشویی کنه و همونو به صورت طرف میمالن. گردو روانی هم طرفو با همون وضع میبوسه. انگار خیلی هم تحریک میشه. با حرکتی دردناک قسمتی از پوست سرش هم حتی جدا میکنه. در آخر هم با شلیک اسلحه کارش تموم میشه و فیلم به پایان میرسه. کارگاه خوارس با دیدن این ویدیو خیلی به هم ریخته. برای همینم هم با همکاراش این دو نفر رو میبرن به ایستگاه پلیس و حالا خودشون کارهایی بدتر از اونا رو باشون انجام میدن. نه تنها کتکشون میزنن و حتی ناخوناشون هم میکشن، بهشون جریان برق هم وصل میکنن تا در آخر یکیشون اعتراف میکنه. سوال پلیسا هم اینه که میخوان بدونن جنازه این طرفو چیکارش کردن. یکیشون بالاخره اعتراف میکنه که انداختنش توی دونه سطل آشغال دور از محل زندگیشون و ماشین آشغالی هم اونجا بردتش. خلاصه که نتیجه این نمیگیرن، ولی میرن خونه این دو نفر رو بررسی میکنن و پزشکی قانونی یه سری سرنخ مهم پیدا میکنه، از جمله یه ویدیو دیگه که فیلم های وحشتناکتری داخلشه. تو این ویدیو دوتای به یه دونه استریپ کلاب رفتن و یه دونه دختر هست به اسم جینی که خیلی چش گویو رو میگیره. گویو ازش درخواست میکنه که برن به اتاقی و رقص خصوصی براش انجام بده که جینی هم قبول میکنه. وقتی هم میخواد لمسش کنه جینی یه دفعه بهش میگه ببین من الان تو دور ماهانه هم این کارو نکن. اما این حرف انگاری گویو رو بیشتر تحریک میکنه. کلا به قرمزی خون علاقه زیادی داره. در آخر هم موفق میشه مخ جینی رو بزنه و با هم دیگه میرن خونه. با همون وزن رابطه برقرار میکنن و خلاصه دوستیشون شروع میشه. تقریبا یه هفته گذشته و جینی با علاقه های عجیب غریب گویو آشنا شده و هیچ مشکلی هم باهاشون نداره. مثلا اینکه گویو خوشش میاد یه وقت در حال رابطه خفه بشه، یه وقت خوشش میاد که لباس زنونه بپوشه و این کارو انجام بده. گفتم که دقیقاً 7 روز گذشته و این روز که گویو میخواد باهاش رابطه برقرار کنه میفهمه دور ماهانه جینی تموم شده. عصبانی میشه، به هم میریزه و داد میزنه که من نمیخوام، من میخوام همونطوری باشی. حالا شروع میکنه به زدن جینی. نه تنها با دوربین سر و کلهشو میترکونه، حتی قیچی هم کنه تو اون قسمت حساسش که دوباره مثل قبل بشه و در همون حال داغون باهاش رابطه برقرار میکنه و از اونجا میره. حالا گوردو میاد به اتاق، دوست گویو. وقتی که این دختر رو با این وضع میبینه نه تنها کمکش نمیکنه بلکه شروع میکنه به بریدن قسمتی از پوست صورتش. بعدن در همون حالی که دختر داره جون میده باهاش رابطه برقرار میکنه. رفیق اگه به اینجور ویدیوها علاقه داری لطفاً توی کانال سابسکرایب کن، ویدیو رو لایک کن و یه دونه کامنت انگلیسی هم بذار که ثابت نپره. پلیسا از خونه این دو نفر یه فیلم دیگه هم پیدا میکنن. سکانس بعد میبینیم که مامورها گویو رو به اتاق کارگاه خوارز میبرن تا ازش بازجویی انجام بده. کارگاه خوارز میگه تو یه آدم روانی، به خاطر اینکه پدر و مادرت دوستت نداشتن قطعاً همین کار رو باهات انجام میدادن و خلاصه یه سری روانکاوی ازش انجام میده و حقیقت‌های زندگیش رو روبروش میگه تا یکم اونو عصبانی‌تر بکنه و ازش اعتراف بگیره. اینم بهش میگه درسته که حتما تو زندگیت خیلی مشکل داشتی، ولی هیچ کدوم اینا کار تو رو توجیه نمی‌کنه. تو مسئول تصمیمای خودتی و هیچ حقی نداشتی همچین کاری رو به دیگران انجام بدی. بعدم همون آخرین فیلمی که پلیس پیدا کردن جلوش میذاره و میگه انقدر محتوای این فیلم بد بود که میخوام تو هم یه بار دیگه تماشا بکنیش. اما جالبه که وقتی فیلمو میبینیم در مورد الان نیست، برای چند سال پیشه، زمانی که گویو هنوز با پدر و مادرش زندگی میکرده.
پدر و مادرش اومدن سمتش رو دارن دعواش میکنن به خاطر اینکه گویو اعتراف کرده به هم جنس های خودش گرایش داره، چیزی که اصلا برای پدر و مادرش قابل قبول نیست. برای همینم هم با دوربین دارن از گویو فیلم میگیرن و تحقیرش میکنن و مدام بهش فوش میدن که چرا همچین کارهایی رو انجام میدی. با پایان دعوا پدر گویو اونو سوار ماشین میکنه و میگه باید این قضیه رو حلش کنیم. با هم به همون محلی از مکزیک میرن که تنفروش ها توش پرن، یه نفر رو پیدا میکنن و پدر بهش پول میده تا با گویو رابطه داشته باشه. لحظاتی بعد دختر برمیگرده و با عصبانیت میگه هر کاری کردم نمیخواست کاری با هم انجام بده، اصلا انگاری تحریک نمیشه و هیچ علاقه ای به من نداره. پدرم شنیدن این حرفو بیشتر عصبانی میشه. بعدم مثل روانیا پسرشو میاره خونه، شروع میکنه به کتک زدنش، میده تتش رو تخت و به زور باهاش رابطه برقرار میکنه. گویا از ته دل فریاد میکشه و خواهرشم اون پشت وایساده و فقط نگاهش میکنه. تو فیلم بعدی گویا داره میره مدرسه و پدرش داره ازش فیلم میگیره و همچنان تحقیرش میکنه. اونو مجبورش کرده با همون لباسهایش که به خاطر رابطه پدرش خونی شده بره مدرسه و دوستاشم قطعا دارن بهش میخندن و مسخرش میکنن. تو فیلم بعدی چند روزی گذشته، حالا گویو رد داده، یه دونه اسلحه تهیه میکنه و میره تو خیابون و اولین کسی رو که میبینه ازش دزدی میکنه. بعدم با شلیک اسلحه کارش رو به پایان میرسونه. حالا برمیگرده خونه و انتقام خودش رو شروع میکنه. میبینیم پدر مادرش رو بسته و میره بالا سرشون. جالبه که خواهرش داره ازش فیلم میگیره، یعنی داره به گویو کمک میکنه تا این انتقام رو به ثمر برسونه. گویو میره طرف مادرش، بهش یه دونه چیز مصنوعی میده ببنده که دور تا دورش هم سیم خاردار کشیده. دیگه بقیه‌اش هم که معلومه. مادر رو مجبور میکنه تا با پدر رابطه داشته باشه و انقدر پدر درد میکشه و فریاد میزنه که از همه جاش خون میریزه بیرون. هم پدر درد از حال میره، هم مادر که این شرایط رو میبینه بیهوش میشه. سکانس بعدی گویو به مرحله بعدی میرسه، شروع میکنه به جدا کردن تمام دستگاه‌های جنسی این دو نفر. بعد مال هر کدوم رو به اون یکی میدوزه. هنوز هم کار گویو تموم نشده، اونا هنوز زندن و فریاد میکشن و گویو میره طرف خواهرش. اونم انگاری خیلی تمایل داره و شروع میکنن به بوسیدن هم و میخوان رابطه داشته باشن. اما قبل تر دیدیم که گرایش این پسر به هم جنس های خودشه، مشخصه نمیتونه تحریک بشه و حالا خواهرش شروع میکنه مسخره کردنش. انقدر تحقیر و مسخرهش میکنه که یه رفه گویو هم رد میده و با یه تیغ کار خواهرش هم تموم میکنه. جالبه که همین لحظه است که بالاخره به تحریک میرسه و فیلم به پایان میرسه. برمیگردیم به زمان حال. کاراگاه خواهرش صحبتش با گویو رو ادامه میده. میگه حقیقتش من آوردمت اینجا برای یه دلیل دیگه. باید الانم بهت بگم که دوستت گوردو انقدر حالش بد بود که جون خودش رو توی سلول گرفت. حالا فقط تو برام موندی. منم نمیخوام کارو خیلی قانونی و از طرف پلیسا پیش ببرم. من فقط میخوام انتقام بگیرم. حالا حقیقت بزرگ فاش میشه. اون اولین قربانی این دو نفر، یعنی همون مردی که لباس زندانی پوشیده بود و تنفروشی میکرد، برادر کاراگاه خوارز بوده و از اون موقع دنبال این دو نفر بوده که یه جوری گیرشون بندازه و حالا موفق شده. گویو خیلی عصبانی و به حرکت هست چون فهمیده که هیچ راهی برای فرار نداره. کارگاه خوارز میره دم در و میگه انتقام من این شکلیه. باز شدن در یه دختر میاد تو و اونم کسی نیست جز خواهر گویو. بعد از اینکه اون کارو باش انجام داده سریع خونه فرار کرده و نفهمیده که هنوز خواهرش زنده مونده. کارگاه خوارز میگه تنها تو میذارم، از اتاق میره بیرون. خواهر گویو با لبخندی میاد سمتش تا انتقام چند سالش رو بگیره و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. با فیلمایی که الان گذاشتم قطعا میدونید هر فیلم وحشتناکی که غیر از آمریکا ساخته شده باشه واقعا وحشتناکه، به خاطر اینکه هالیوود خب یه سری ممنوعیت‌ها داره، صحنه‌های گرافیکو تا یه حدی میتونن نشون بدن و نمیشه بیش از حد روی جزئیات تمرکز کرد. اما فیلم‌هایی که از کشور دیگه گذاشتن، مثل یک فیلم سربیایی، مثل هزار پای انسانی، مثل همین فیلمی که الان دیدیم آتروز، اینجور فیلم‌ها هیچ پرده و محدودیتی ندارن. کارگردان نهایت سعیش رو می‌کنه که مخاطب عشق اسلشر رو به خودش جذب کنه، برای همینم هم تا جایی که میتونه صحنه‌هاشو بد می‌سازه. فیلمش تو نیست که بخوام تحلیلش بکنم، ولی دوست دارم چند تا نکته در مورد فیلم‌های اسلشر با هم یاد بگیریم. مهم‌ترینش که قبلا هم سر یه فیلم دیگه یادم چی بود بهتون گفتم، سبک و فلسفه فیلم‌های اسلشر چیه. اینو توی سری مصاحبه مخصوصا با کوئنتین تارانتینو بود که من ازشون این جمع‌بندیو کردم. کارگردان‌های این سبک همه‌شون معتقدن تمام انسان‌های خوی وحشی و غیر قابل کنترل دارن درون خودشون، یعنی هیچ کسی هم از این قضیه مستثنا نیست، همه اینو دارن، شاید کم شاید زیاد، ولی خب همه آدما باید سعی بکنن که کنترل زندگیشون رو به اون نسپرن.
اگر کسی تو این قضیه موفق نشه تبدیل میشه به همون آدمهای روانی که پلیسا میگیرن، کسایی که واقعا این کارهای وحشتناک رو توی دنیای خودمون انجام میدن. فلسفه ساخت این فیلم هم همینه. این کارگردانا معتقدن اگر به این بخش از درون انسان، اگر به این بخش از خوی وحشی آدم رسیدگی بشه، یعنی اون دوزی که نیاز داره رو بهش برسونید، دیگه اونقدری یاقی نمیشه که بخواد کنترل زندگیتون رو به دست بگیره. همونطوری که آدما نیاز مثلا به رابطه جنسی، به غذا، به هوا، به آب دارن، بعضیا نیاز دارن به اینکه آدرنالین تجربه بکنن، بعضیا نیاز دارن به هیجان. هر کسی یه سری چیز مختلف و واقعا نیاز داره. یه سری هاش بین همه مشترکه، یعنی همون آدرنالینی که گفتم همه بهش نیاز دارن، شاید یه نفر خیلی کم باشه دوزش. این همه که از همون نیاز است، پس باید آدم بهش توجه بکنه. نمیگم حالا همه برید این فیلم ها رو ببینید و روانی بشید، ولی همشون میگن که آقا این دوزه رو دارید، این مقدار رو نیاز دارید بهش، پس بیاید از توی سینما، از توی حالا هر چیزی، هر از گاهی سال یه بار، ماهی یه بار بهش یه رسیدگی بکنید. یه دفعه نیاد دعواتون میشه تمام دوزهایی که شاید چند سال با هم جمع شده رو خالی بکنید، شهر رو به فنا بدید. به نظرم هم ایدئولوژی جالبیه، نمیگم درسته یا غلط، من خودم قبولش دارم این حرفو. دلیلش الان میگم. دور و بر خودم آدم زیاد دیدم که به این سبک فیلم علاقه دارن، نه اینکه بخوان صبح تا شب ببینن، ولی کنار این که مثلا هفته 4 تا فیلم رمانتیک و 3 تا کمدی میبینن، یه دونه اسلشر یا ترسناک هم میبینن. اینجور آدمایی که من دیدم خیلی روی آروم‌تر نسبت به کسایی دارن که صبح تا شب میشینه فیلمای درام جم تی وی رو میبینه. به خاطر اینکه اینجور فیلم‌هایی که مثلا همون جم تی وی نشون میده، میان بعضی حرفا مثل خیانت، مثل مشکلات خانوادگی، اینجور چیزا رو خیلی رواج میدن. یعنی شما صبح تا شب داری این چیزها رو میبینی و از هر کدوم یه مقدار عصبانیت توی خودت جذب میشه و نگهش میداری. کسایی که میان همون مثلا ماهی یه بار این فیلم اسلشر رو میبینن، اون دوزه رو انگاری برطرفش میکنن، اون نیازی که داشتن به اینکه خوشونت نسبت به این چیزها رو ارائه بدن، با دیدن همون فیلم ازشون بیرون میره. برای همین دیگه توی زندگی عادیشون یه رفتار کاملا عادی تر، انسانی تر دارن. برای همین به نظر من حرفشون جالبه. شاید اصلا یه بحث روانشناسی هم پشتش باشه که من نمیدونم، ولی حرفاشون به نظرم قشنگه. واقعا هم شاید همینطوری باشه. اگه کسی اطلاعات بیشتری داره حتما بنویسه. شاید شما یه چیزی بگید که من نمیدونم. به هر حال اطلاعات من در حد خود شماست. همین فیلمش چیزی نبود که بخوام تحلیل بررسی بکنم. بهش خواستم در مورد این قضیه یکم با هم صحبت بکنیم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما پیشنهادتون رو بنویسید. چند تا ویدیو هم آخرش معرفی میکنم که شبیه همین فیلم دوست داشتید اونا رو از کانال تماشا کنید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. روزتونم گلسی.